دورده بیکران دارم به همه شما ایزان سروران آدم یه چیزایی رو از وقتا میبینه متعجب میشه علی نصیریان یکی از هنرمندانیه که من شخصا دوستش دارم واقعا پیشکسوت زحمت کشیده برای ایران انسان دوست داشتنیه چرا آقای علی نصیریان من تلاش میکنم جایگاه ایشون البته حفظ بکنم جایگاه ایشون رو در نظر بگیرم و این برنامه رو بسازم با توجه به صراحت لحجه که دارم و تعارف با هیچ بشری ندارم ولی به هر حال تریبون دستش میفته بعد حواسش باشه رایت انصاف کنه آیه علی نسیریان مصاحبه ای دادن و متاسفم واقعا متاسفم در این مصاحبه که فکر کنم با که این رسانه های استاطلب اعتماد اینا بود میگه زن و بچه مردم اوکراین را میبینم گریه میکنم ایدم ترق و نانم زهر شده است آیا نسیریان چرا چرا مثلا مردم فلسطین مردم یمن چرا برای خود مردم ایران که میگیر آقا خیلی به خدای ایران قسم فقط بحث قرب پرستیه ببین این که مردم الان من بگم مردم قرب خیلی انسانه شریفیان. شریفی هم. اینو بهتون بگم مردم سوئد واقعا مردم خوبی هم. مردم اسپانیا واقعا مردم خوبی هم. اگر واقعا راه انسانیت برای اینا دلتون میسوزه درود به شرف دای نصیریان درود به شرفت, شرفت. خدای من شایده ولی دلیل اصلی به خاطر اینه که اینا اوکراینی هن چششون آبی موهاشون بلنده شما دلتون سوخته اگه قرار بود 8 سال مردم یمن باعث نشد که نان زهر بشه عید تلخ بشه بذارید ببینیم دقیقا چی گفته حتی این جملهشون رو بزرگ کردن ولی بذارید این خبرنگار چی پرسید از آقای نسیریان و بتونیم یک قضاوت درستی روی سخنان آقای علی نصیریان داشته باشیم که منو خیلی ناراحت کرد واقعا میگه که آقای نسیریان سال نو نزدیک است فکر میکنید جهان در سال جدید چطور خواهد بود آقای نصیریان پاسخ میدن نمیدانم واقعا روزگار تلخی است وقتی فیلم تخریب شهرها و آواره شدن زن و بچه مردم و اوکراین را میبینم دلم میگیرد و گریه میکنم زندگی و عیدم تلخ و نانم زهر شده است بعد از دو جنگ بزرگی که دنیا داشت این چه کاری است فهمیدی جنگایی که تو اروپا رخ داد بد کردم تو پاچه دنیا به عنوان جنگ جهانی اول دوم و آقا ناراحت بابت اون جنگ در حالی که ما این همه سال مردم منطقه تو جنگن اینو ندید جنگ جهانی اصلی تو سوریه رخ داد این نصیریان ندید جنگ جهانی اصلی توی یمنه نیویله چون اینا کشورهای اروپایی بودن با هم دیگه جنگیدن اینا جنگ ببین همه چیزاشون هم اینا جهانی میکنن دیگه قوانین خودشون رو میکنن قوانین بین الملل نظریات خودشون رو میکنن نظریات بین الملل. قوانین در چارچوب حقوق بشر میکنن حقوق بشر بین الملل جنگشون هم میکنن جنگ بین الملل اینا دیگه کین؟ یعنی خود رضایتی در دنیای غربا با همدیگه جنگیدن کردن جنگ بین الملل و <applause> تحت تاثیر قرار میگیره یه آدم موسپیدی چون آقای نصیریا میگه داتا تا جنگ بزرگ دنیا و این همه جنگی که تو غرب آسیا تو تمام این سال رخ داده اصلا پشمه برای ایشون میگه بعد دو جنگ بزرگی که دنیا داشت این چه کاری است که در این اصر و زمانه باشید این سال دارن مردم یمن رو بمباران میکنن ندیدی چشت ندید تازه ببخشی بیو تروریست کردن اگرو تروریست کردن مدیکال دارو نمیذارن بره براش ندید محاصره شون کردن 8 سال مردم یمن در محاصره ندید چش میگه این چه کاری است در یمن چه عجب نام یمن آورد این چه کاری است در یمن فلسطین یا اوکراین حالا چون تو اوکراین جنگ شد یمن و فلسطین هم چی شد ببین من اینو وقتی خوندم به اینجا که رسیدم گفتم برنامه نسازم چون یمن و فلسطین گفت ولی با ادامه حرفایی که آقای نصیریان زد مجاب شدم که این برنامه رو بسازم چون فقط یه بار یمن و فلسطین رو به عنوان چاشنی کار میگه تا آخرش دیگه دوباره صحبت میکنه در مورد اوکراین میگه این من مخصوصا از روح گذاشتم که بدونی که با امانت داری داریم کار را انجام میدیم این چه کاری است در یمن و فلسطین یا اوکراین چرا بشر این کار را میکنه ما تمام این کارها رو در فرهنگ و هنر انجام میدهیم تا به سمت انسانیت برویم و از خوی توخش و کشدار جدا شویم من واقعا در اعضا و حیرت هستم و نمیدونم باید چه کار کنم خدا کند جنگ اوکراین تمام شود فهمیدید دعا نکه جنگ یمن تمام شود اونجا گفتش که این چه کاری است در یمن و فلسطین که فقط یه دقیقه دهنش پرده در ادامه فقط دعا میکنه جنگ اوکراین تموم بشه آدم از این زندگی و حیاتی که انسان برای خود ساخته است دلش میگیرد و نمیداند چه کند حیف نیست خدا این حیات را داد تا از هوا و طبیعت استفاده کنیم اما یکی بر سر شاخ ولی یکی بر سر شاخ بن میبرید این حکایت بشر است هم کره زمین هم کره زمین را به مخاطره انداخته و هم جنگ را انداخته ببخشید من الان از اینکه 5 ساعته دارم برنامه اجرا میکنم دوباره کره و کره من همیشه تو زندگی اشتباه میگرفتم میگه و هم کره زمین را به مخاطره انداخته و هم جنگ را انداخته است و خیلی جالبه حالا مقصر جنگ و ببین اونجا که یمن و فلسطین دیگه یمن و فلسطین طرفش کیه عربستان و اسرائیل به اونا اشاره نمیکنه. میگه روسیه هم ابرقدرت هست و, عضو شورای امنیت است و مثلا امنیت دنیا دستش است آن وقت چنین میکنن آیا این امنیت است این تضادها آدم را دیوانه میکنن دقیقا آقای نصیریان دقیقا آقای نصیریان این تضادها آدم دیوانه میکنن 43 سال سکوت کردی در قبال جنایت هایی که در فلسطین و یمن و سوریه و عراق علیه مردم شد الان که سر اوکران یک دفعه نانت زهر شد یه دفعه عید تلخ شد اومدی یه نظری دادی تو اون نظرم از دهنت پرید یه جا گفتی فلسطین یمن من یه دقیقه خوشحال شدم گفتم الان میخواد روی این هول و هشت صحبت یه تیکه فقط گفتی رفع کتی داشته باشی بعد دوباره منی گفتی فقط دعا میکنم جنگ تو اوکراین تموم بشه بعدم خاصی از مسببان جنگ یاد کنی فقط روسیه تو ذهنت اومد آمریکا این همه سلاح داره میره توی منطقه این همه سلاح داره به اطلاف عربی آمریکا که اصلا خدا نکنه بچه ای نوه اینا تو آمریکا زندگی میکنن من تحقیق نکردم در مورد خانواده آی نسیری بدونم کجا زندگی میکنم بدون هیچ تحقیقاتی میگم ولی اگه یک تحقیقی بشه متوجه میشیم چرا ایشون برای اوکراین این گونه دل میسازونه وقتی که میخواد دعا کنه جنگی تموم بشه یمن و فلسطین رو یاد نمیکنه میگه جنگ تو اوکراین تموم بشه وقتی میخواد مسببان جنگ رو یاد کنه از عربستان و اسرائیل باز یاد نمیکنه فقط روسیه تو چشش میاد آمریکا هم که هیچی هستن من فکر میکنم اگه یک تحقیق درستی بشه متوجه میشید که این سلبریتی بخش قابل توجهی از این نظریاتشون بابت اینه که نوه نتیجه بچه و اینا توی آمریکا و کانادا و اروپا عموما تو آمریکا بخش قابل توجهی از این نظریات ریشه در اینجا میگیره بخش دیگه ای از غربگرایی نهادین شده است و آدم اینجا آیه نسیریان حرف خیلی جالبی زد این تضادها انسان رو در حقیقت دیوانه میکنه آیه نسیریان تضادهایی که من در شما ها میبینم در این نظریات میبینم شما استاد هستید احترامتون واجبه ولی تضادی که در این نظریات شما دیدم منو به قول شما واقعا دیونه میکنه و خیلی تلاش کردم این برنامه رو نسازم چون دوست نداشتم در موردتون چیزی بگم اما انقدر این مقاله شما و این مقاله که این مصاحبه شما انقدر انقدر وقیحانه و انقدر زننده و مشمعس کننده بود که این تضاد در حقیقت مصاحبه شما منو مجاب کرد که یک برنامه ای داشت باشم حال من پوزش میخوام از شما سن و سالتون باید احترامش رایت بشه ولی بخش قابل توجهی از مشکلات این مملکت ما شما سلبریتی هستید با این نظریاتتون عاشقتونم شب و روزگار خوش همه رو به احورم از ایران میسپارم بدرود